بیش از 100,000 نفر هم در برلین علیه جنگ در اوکراین تظاهرات کردند. جنگی که اولویت‌های این کشور را به شدت دگرگون کرده. حالا نه تنها آلمان گفته موشک‌های ضد تانک و زمین به هوا به اوکراین می‌فرسته، بلکه اولاف شولتز صدر اعظم خبر از 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع نظامی خبر داد و دلش را هم این گونه بیان کرد. ما داریم یک نقطه عطف رو تجربه میکنیم و دنیا از این به بعد دیگه دنیای سابق نخواهد بود. به واقع پرسش اصلی اینه که آیا قدرت میتونه قانون رو بشکونه؟ آیا ما به پوتین اجازه میدیم که زمان رو به دوران قدرت‌های بزرگ قرن 19 برگردونه؟ و آیا ما توان محدود کردن افراد جنگ طلبی نظیر پوتین رو داریم؟ از این پس ما هر سال بیش از 2% از تولید ناخالص داخلیمون رو در عرصه دفاعی سرمایه گذاری می‌کنیم.